انور دارد، هر که درمانده شود روی بدین در آرد. نتوان رفت برون زین در رحمت نومید، کرم صاحب این خانه کجا بگذارد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدمت همه سروران عزیز، اندیشمندان، نخبگان، علمای اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف فرمایی تمام سروران به ویژه علامه شیرانی، رئیس سابق شورای نگهبان پاکستان که قدم رنجه فرمودند و از راه دور در این جلسه با شکوه تشریف آوردند، تشکر ویژه دارم. همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین موسوی امام جمعه محترم کویت، از جناب آقای شیرودی وزیر سابق ایالتی هم تشکر ویژه دارم، جناب آقای عبدالحق هاشمی دبیر کل حزب جماعت اسلامی، جناب آقای چشتی رئیس حزب و جامعه اهل حق ایالت بلوچستان، آقای دکتر عطارحمان رئیس محترم بیمارستان خیریه کویت، سروران عزیز، دکتر عزیز رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه بلوچستان، مولانا قالی عبدالرحمن نوذه‌ای امام جمعه محترم مسجد سفیر، همچنین سروران عزیز که ممکنه من نامشون یادم نباشه، آقازاده آقای عبدالرحمن، آقازاده آقای انوارالحق، بقیه دوستان، آقای دکتر علاءالدین، جناب حجت الاسلام توسلی، مولانا حقانی، جناب حجت الاسلام موحدی، حجت الاسلام وجدانی عزیز و علامه اسدی رئیس محترم جامعه امام صادق، همچنین جناب آقای عبدالمتین آخونزاده دبیر کل سابق حزب جماعت اسلامی. بسیار تشکر و قدردانی می کنم برای تشریف فرمایی تک تک شما عزیزان. با توجه به ضیق وقت، متنی که آماده شده بود انشالله در اختیار دوستان اگر لازم بود قرار میگیره. من تنها مختصری هم اشاره به این مناسبت و هم اشاره‌ای به روابط دو کشور دارم. حضار عزیز مستحضرند که روابط بین جمهوری اسلامی ایران با کشور دوست، برادر و همسایه جمهوری اسلامی پاکستان همواره بر اساس اصل عمل احترام متقابل بسیار نزدیک و تنگاتنگ بوده، به ویژه در این چند سال اخیر در کلیه زمینه‌ها پیشرفت قابل توجهی داشتیم. لکن با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی دو کشور، همچنین مرزهای مشترک بیش از 1300 کیلومتری دو کشور، مشترکات فرهنگی که بین ما و بین مردم دو کشور هست،
موضوع روابط تجاری و اقتصادی نسبت به سایر روابط آنچنان پیشرفته چشمگیری نداشت. به لطف الهی طی دو سه سال اخیر با اراده مقامات عالی دو کشور و پیگیری هایی که از سوی تجار هر دو کشور بود توانستیم روابط تجاری و اقتصادی و معیشتی رو به دو برابر رقم گذشته، یعنی حدود 1,600,000,000 دلار برسونیم که به هیچ عنوان شایسته این دو کشور بزرگ و استراتژیک نیست. اظهار امیدواری میکنیم با پیگیری هایی که توسط مقامات عالی دو کشور و همچنین پیگیری هایی که وجود داره بتوانیم ظرف دو سه سال آینده به رقم بیش از 5,000,000,000 دلاری که مقامات کشور رقم زدند برسیم. حضار محترم، علمای اسلام، مناسبت این جلسه ما ولادت با شکوه پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و هفته وحدت می باشد که اولین بار توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایده اون که دغدغه همیشگی ایشون بود بیان و رفته رفته در سایر کشورها شکل گرفت. اگرچه از ابتدا علمای اسلام در شیعه و اهل تسنن به دنبال وحدت و اتحاد بودند، اما متاسفانه ما در طول تاریخ از این ناحیه توسط استکبار جهانی گزیده شدیم. اگر مسلمانان متحد بودند و حاکمان اون کشورها در کنار یکدیگر، مطمئنن روزی یک خائن رو برای اهانت پیامبر اکرم، اهانت به بزرگترین پیامبران اسلام یعنی حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نه جرأت می کردند و نه مسلمانان اجازه می دادند که به ایشون توهین بشه. کار به جایی رسیده که امروز شاهدیم قرآن ما، کتاب مقدس ما، کتاب آسمانی ما رو آتش می زنند و در پی اون هلهله و جشن می گیرند. آیا این چیزی نیست که باید دلیل اون رو در خود ما مسلمانان دید و یا کمکاری حاکمان کشورهای اسلامی و علمای اسلام دید؟ اگر امروز ما شاهدیم که کشورهای اروپایی و کشورهای غربی جنگهای سالیان دراز خودشون رو به سمت کشورهای اسلامی کشاندند و نظارگر اختلافات ما و کشته شدن ما مسلمانان هستند
و از طرفی تولیدات کارخانجات سلاح اونها توسط حاکمان ما و حاکمان کشورهای اسلامی ارتضا میشه و خریداری میشه، آیا به نظر شما غیر از عدم وجود اتحاد و وحدت بین مسلمین چیز دیگه ای هست؟ واقعا اگر امروز استکبار جهانی توانسته با اذعان به این که من در جنگ با تروریسم و علیه تروریسم مبارزه میخوام بکنم، اما در عمل جنگ در کشورهای اسلامی رو ایجاد کردند، آیا ما دلیلش رو تنها باید در اون کشورها ببینیم؟ اینطور نیست. حتما دلیل اصلی این مسئله ناآگاهی با مسلمانان و کمکاری بزرگان ما، حاکمان ما، فرهیختگان ما